تو تنها نیستی، گوش کن، خیال نکن تنهایی. این صداهای زمان هستند و همه دارند با تو خداحافظی می کنند. قصه منطقه پایانی قصه شاعریه که سالها، شاید نیمی از عمرش رو صرف نوشتن یک شعر بلند کرده و از سوی این روزها درگیره با اداره سانسور برای گرفتن مجوز برای چاپ این کتاب و از سوی دیگه اونقدر مشکلات مالی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اونقدر فشار احساس کرده که تن به یک ازدواج با زنی که هیچ علاقه ای هم بهش نداره داده تا به این واسطه بتونه به آمریکا مهاجرت کنه. این همونطور که داره دست و پا میزنه برای رسیدن به آمریکا، بیشتر داره فرو میره در کسافتی که اطرافشو گرفته. راهنمام خیلی داره بهم کمک میکنه، هرچند کسی نمیتونه به خودش کمک کنه. با این همه امیدوارم یه روز بیاد ما هم یه دلیلی واسه پاک موندنمون پیدا کنیم. نکته منطقه پایانی این هست که ما متمرکز بر یک کاراکتر هستیم، اما فیلم قراره به یک چیز کلیتری ارجاع بده و اون همینی که در یک جامعه ای که دچار مشکلات فراوان هست از همه ابعاد، یک فرد با تمام دغدغه های روشنفکرانه، دغدغه های متعالی که به نظر خودش داره، نمیتونه خودش رو منتزه کنه از وضعیت، از محیطی که در اطرافش قرار داره و این بیماری به همه چیز رسوخ خواهد کرد. از ترس پیدا کردن زرورق جرأت نداشتم اتاقت تمیز کنم، اما وقتی پاک شدی گفتم خدایا بچه من به من پس داد. تو 3 سالی که پاک بودی تمام بدبختیام، بیکسیام، مستجری، همه چی یاد پیمان من میمیره بگه تو دوباره با خوی شروع کنی، دیگه طاقت ندارم. اون وضعیتی که در فیلم تصویر میشه قطعا اون وضعیت چیزیه که در سطح جهانی میبینه، مخصوصا که حالا این داستان بیماری کرونا که تو این 2 سال اتفاق افتاد، این نشون داد که این مسئله میتونه واقعا اگر در سطح جهانی واقعا فکری نشه، میتونیم همون ویران آباد پایان فیلمو تا چند سال آینده خیلی نزدیک شاهد باشیم. اون مادر بیچاره 3 شیفت کار میکرد، از دبیری و معلمی و چه میدونم دفترداری و 10 تا کار دیگه توی این مدرسه و اون مدرسه تا بیاد بریزه تو حلقه توی گوه. تو چی کار میکردی؟ میرفتی میریختیش رو زرورق عوضی. هروئین کشیدن من هیچ توجیهی نداره، اونقدر مبتذله که پشت هیچ دلیلی نمیتونم قایمش کنم. آخر رزالت خودخواهی رامین. ببین تو همه چیزو ساده کردی که خودت از شرر مسئولیتی خلاص کنی، فهمیدی؟ اینم شده جستت، عداته، من همینم که هستم، اما داری زر میزنی. کسافتت انقدر بزرگ شده که دیگه نمیتونی پشت چیزی قایمش کنی. یه سر همه ایده‌های متعالی که ازشون دم میزنی یه چیز وقیه. خفه شو بابا. منطقی پایانی بعد از چندین تلاش ناموفق ما، به خاطر اینکه نمیتونستیم بودجه بزرگی یا حداقل بودجه قابل قبولی پیدا بکنیم برای ساخت فیلم، این 7th فیلمنامه‌ای بود که نوشتیم و دیگه با اینجای رسید کار که گفتیم یه قصه ای از خودمون توی خونه خودمون که خودمون بازیش کنیم، توی محله خودمون بسازیم. و اینی که با هم هم ساختیمش، حتی قصهش شکم به این برمیگشت که از تمام امکانات و داشته هایی که جفتمون، چه به لحاظ داستانی، چه به لحاظ امکانات، دوستان، همراهی، حمایت، میتونیم استفاده کنیم، بذاریم رو هم و بتونیم بالاخره یه فیلم بسازیم. خیلی اتفاقات عجیب غریبی در اطراف ما از مسائل اجتماعی، سیاسی، همه جوره در حال اتفاق افتادن بود و هر جوری که می رفتیم جلو متوجه شدیم که انگار ساخت منطقه پایانی تبدیل به یک ضرورت برامون شده. یعنی انقدر این ضرورت فشار زیادی می آورد که تقریبا همه چیزهای دیگه تو زندگی ما معنی خودش از دست داده بود و تنها چیزی که فکر می کردیم که این فیلم ساخته بشه. ما به جهنم ناقصی هدایت شده ایم مادر، چرا خدا کاملش نمی کنه؟
کفر نه غروره. این جواب مادر بود که تنین صدایش هنوز در گوش پسر زنگ می‌زد. و مادر همانطور که از طبقه هفتم بلوک به آشیانه هواپیماهای اسقاطی مسافربری نگاه می‌کرد که همگی چون گله‌ای بی صاحب رها شده بودند تا در تلی از شن و خاک غرق شوند، جواب داد: کجاش عجیبه؟ این که تو هنوز به خدا باور داری. مادر در میان سرفه‌هایش جواب داده بود: اگه میشه از مرگ نترسی. پسر که یک لیوان آب دست مادر داده بود باز پرسید: دارم از باور تو میگم. مادر گفت: نمیبینی چقدر مرگ و آرسنیک توی هواست؟ چقدر حلال سرطانزا و آب رادیواکتیو تو مخازن آبمونه؟ اگه خدایی همونطور که قصه فیلم راجع به یک شاعره، این که چطور شعر به وجود بیاد، خلق شعر در ذهن شاعر، یک جریان شهودی عجیبی تعریف ناپذیری که خیلی با خلق سایر آثار هنری شاید متفاوت باشه. ما خیلی از آنچه که در ذهن یک شاعر موقع سرودن میگذره الهام گرفتیم برای رسیدن به زبان سینمایی توی این فیلم. مادر آرام زمزمه کرد: شاید ما داریم تقاص پس میدیم و این تقاص پاسخ گناهیه که خودمون همه آمون کردیم. منطقه پایانی به معنای واقعی یک فیلم مستقل هستش و قطعا مشکلات خودش خواهد داشت، ولی ما ناامید نیستیم. قطعا سال دیگه تلاش خودمون رو برای اینکه بتونیم فیلم رو تماشاگر ایرانی نشون بدیم، نمایش بدیم، قطعا تلاش خودمون رو خواهیم کرد.